بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا هم تاسو ښه راغلاست. وایم آغاز روز خپرونه ده چې تر راتلونکو دوو ساعتو به دوام کوي. په دې هیله چې تاسو هم یو ښه او خوشحاله سهار پیل کړی وي او له بریاوو ډکه ورځ ولرئ. درنو لیدونکو بیا هم ستاسو پام راګرځوم آغاز روز خپرونې ته چې په بېلابېلو موضوعاتو به بیا هم د تیر په څیر په دغې خپرونه کې خبرې اترې لرو او همداراز د ورځپاڼو مهم عناوین به هم له تاسو سره شریک کړو چې د نن ورځې ورځپاڼه ورته اشاره کړې ده او موږ ته رارسېدلې دي. خو درنو لیدونکو تر هر څه دمخه بیا هم د معمول په څیر ورزو ښاغلي ډګر جنرال محمد رجب نشاط د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ته چې دغه لاره د مسافرو پر مخ خلاصه ده، بنده ده یا په څه ډول ده؟ نشاط صاحب سلام. بله، متاسفانه درنو لیدونکو چې له ښاغلي نشاط سره زموږ اړیکه پرې شوله، خو بیا هم په دې هڅه کې یو تر څو وشو کولی چې اړیکه ټینګه کړو او د سالنګونو د لویې لارې د وضعیت په اړوند له تاسو سره هم جزئیات شریک کړو. چې بیا هم ښاغلی نشاط صاحب له موږ سره په لیکه ده. نشاط صاحب سلام. سلام، صبحتان بخیر. صبحتمام بینیدونتون بخیر، مرا خدمت است. من نکه و مکور موعدان که بیا هم در معمول پسیر در سالنگون و در لوی لار در وضعیت پردون لماغ و لیدون که سر جزیات شریکی برای فعلا شعرهای سالان قسمان ابری است، البته در مسیر در مجموع ممکن در پیشبینی که وجود داره 80% احتمال ریزش برد در 24 ساعت این در پیشبینی میشم. محمدان محترم مسیر تردد میکن توان که رانمای مذفین در نظر خود داشتن و وسایل تجهیزات زمستانی رو با خود داشته باشن، با پوشاک گرم، مواد خوراک اگر با خود داشته باشن بهتر است. و هر با ریزش برف تا زمانی که کلام خطر متوجه جان و مال مردم نباشه، جریان ترافیک نرمال حفظ میشه. وقتی که کلام خطر محسوس شوه یا احساس شوه، در اون صورت ما بعد از اینکه به اطلاع مطالعه محترم برسانیم تدابیر پیشگیران اتخاذ خواهد شده. برای فعلا کلام مشکلی در 24 ساعت هم نموده، در 24 ساعت آینده بازم تکرار میکنم که ریزش برف است. به او خاطر واسه تریلری از هماکنون اگر کوشش بکن داخل مسیر نشن بهتر است، به خاطر که اونا مسیر خود سالنگا نمیتونن مسیر تردد بکن، مشکل برای سایر شاملین ترافیک پیش بینن برای خود شاملین. بله خواهر نشاط صاحب، دا چې په پلازمین کابل کې هم د نورو کلونو په پرتله څه کال په ژمي کې واوره ونه شوله، یعنی هوا هم دومره سړه نه شوله، آیا په سالنګونو کې دغه وضعیت د نورو کلونو په پرتله په څه ډول و سه کال؟ نسبت به سالهای گذشته ریزش برف بسیار زیاد کم است. د ی وخت سال مسئله ما در مجموع، البته منظورم د ی نیست که یه هفته چقدر تاثیر کرده و شم باد از طوفان چقدر تاثیر کرده برای زخامت طبقه برف، اما برفی که میباره جمعا که ما محاسبه میکردیم تا 30 متر میرسید، اما برای فعلا بیشتر از 180 تا 200 سانتی متر بیشتر نیست. بعد از اگر برف هم ببارم، برفی است که او خدر مؤثریت برای دهخان به اصطلاح بگیر نداره. مننه کامل دیر زیاد خاقلی نشاط چلا مکترمو برخ واخی سلا او ده سالنگونو ده لوی لار پردون مجوزیات شدی کرد. تشکر شما. کور موادن. درنو لیدون کول مکتر در تلفون پا کرخ دگر جنرال محمد رجب نشاط وچه ده سالنگونو ده لوی لار رئیس هم دوی پاتی شوی دی دوی بیا هم پا خبرو خبرو که دی ادوانه وکرده چه اسمان نیمه وریز دی او په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د واورې د اورښت امکان هم لیدل کیږي. بیا هم له مسافرینو څخه د تیر په څیر د دې غوښتنه وکړه چې خپل ځان سره اړین وسایل او هغه وسایل چې موټرو لپاره ضروري ګڼل کیږي چې چاین دی باید ټول مسافر دې ته پاملرنه وکړي او پرته له دې په دغې لویې لارې سفر نه کوي. او وایي چې تر دې دمه هیڅ کومه پیښه هم اوس نه ده رامنځته شوې ده. درنو لیدونکو هره ورځ به موږ تاسو سره د سالنګونو د لویې لارې د وضعیت په اړوند جزئیات شریکوو، همداراز په بېلابېلو برخو کې به هغه څه چې مهم دي او زموږ او تاسو له ژوند سره تړلي بلل کیږي په دې هکله به موږ تاسو ته بیا هم معلومات درکوو. نو اوس هم راګرځم درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ، په دې وروستیو کې د بامیان ولایت یو شمېر اوسېدونکو په لاریون باندې لاس پورې کړ او وایي چې بامیانو ته ورتلونکې لویې لارې
یعنی ډیر خطرونو ډکې دی او د ملي اوالي حکومت چارواکو هم ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړي. وخت نا وخت دغه لارې په اوږدو کې خلک برمته کیږي د وسلوالو مخالفینو لخوا، حتی داسې خلک برمته کیږي چې دوی نه نظامي یونیفورم په ځان لري نه هم په دولت کې دنده لري، بلکې هغه کسان د دغو کسانو لخوا اختطاف کیږي یا تختول کیږي چې په ملکی جامه کې دی او هیڅ ډول تړاو له دولت سره نه لري. خو دا چې له دې کارونو څخه موخه څه ده او راتلونکي لپاره که چیرته بیا هم دغه کړنه تکرار شي پایله به یې څه وي او دغه لاریونونه به څومره پایله ورکړي، دا هغه څه دي درنو لیدونکو چې غواړم له ښاغلي غلام یحیی بامیانی څخه یې وپوښتم چې همدا شېبه له ما سره په آغاز روز خپرونه کې ده. بامیانی صاحب تاسو ښه راغلاست ویم. سلامت بش، تشکر. مننه کوم. که په لومړي سر کې مو نظر ترلاسه کړم، د بامیانو ته ورتلونکو لوی لارې امنیتي وضعیت ستاسو له نظره اوس مهال په څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بیننده های نهایت محترم. راجع در بحث امنیت در ولایت بامیان، امنیت داخلی بامیان و در مجموع ولسوالی های بامیان، چی در 14 سال 15 سال گذشته و چی بعد از او در دوره حکومت وحدت ملی، خوشبختانه جزی ولایت های امن بود که هیچ نوع مشکلاتی در داخل ولایت وجود نداشت. متاسفانه در اواخر در قسمت راهی که از پروان در بامیان میره و همیتر از میدان وردک در بامیان میره، اینا هم میگیشان مشکلاتی نسبت در راه وجود داره و این مشکلات همیشه مردم بامیان به یک شکلی رنج داده و ما میبینیم که همه روزه هموطنهای ما زمانی که از کابل میره و از ولایت های دیگه میره، از طریق راه پروان بامیان و همیتر از راه میدان وردک بامیان، همگی اینا نشاندهنده ای هستند که یک ذهنیت آرام و یک امنیت نسبی حتی در شارای کابل بامیان چی از طریق میدان وردک و چی از طریق پروان وجود نداره. ای نسبتاً بر اساس هم ضعفی که حکومت وحدت ملی داره راجع به این که نمیتونه امنیت مردم افغانستان و مخصوصاً امنیت شاراها را و بالاخص امنیت شاراهایی که مثلاً از کابل در بامیان میره چی از راه میدان و چی همیتر از راه پروان، بدبختانه نسبت مشکلات امنیتی وجود داره. ما میبینیم که در افغانستان در نظر در فضای ناامنی و گسترش ناامنی و قدرتمند شدن گروه های تروریستی، ناامنی افزایش یافته و همیتر استفاده جویایی که از این فرصت استفاده میکنه و به یک شکل مردم تهدید میکنه و مردم در راه مسافرین پایین میکنه و از اونا مثلا پولای هنگفتی میخواین که در صورت که شما این پول نتن ما شما را میکشیم. اینا در مجموع میتونه که به ما اندازه ای که سارقینی که در راه مسافرین پیاده میکنه و اونا را اختطاف میکنه و پول میخواه، به اندازه امونا به نظر ما دولت مسئول است. در ابتدا ما حکومت محلی میدان وردک و همیتر پروان مسئول است برای ملت افغانستان و مخصوصا برای باشنده هایی که از این ولایت سفر میکنه در ولایت های دیگه و چی باشنده هایی که در اون ولایت زندگی میکنه، اونا باید وظیفه داره و مسئولیت داره که امنیتی راه های ارتباطی بین ولایت تامین بکنند. یک بخش قضیه و بخش قضیه ای که حکومت مرکزی ما متاسفانه بر اساس مشکلاتی که در درون حکومت وجود داره نتانسته به وظایفی که قانون اساسی و وظایفی که برای از اونا محول شده نظر در قانون نافذه کشور در قبال ملت خود و مخصوصا برای ولایت بامیان و مخصوصا برای مناطق مرکزی تامین بکنن. ما میبینیم که در گوشه و کنار از افغانستان بدبختانه ناامنی افزایش یافته و هر روز جان صدها هموطن ما را ما در راجع در ناامنی از دست میتیم. اینا نمونه هایی هستند که متاسفانه حکومت ما نتانستن مسئولیت خود انجام بدن. بله خب ببینید په بخنه سره دا چې لوی لارو کې دغه ستونزې تاسو یادونه وکړه لشتون لري نیمګړتیا و مو په ګوته کړلې، خپل په مرکز بامیانو کې امنیتی وضعیت په څه ډول دی؟ په ولسوالیو کې هم خلک د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخ دي؟ خوشبختانه در ولایت بامیان چیزی که ما در پیشتر یادآوری کردم از امنیت نسبی برخوردار هست و هیچ نوع تهدید امنیتی در ولایت بامیان وجود نداره و چی در مرکز ولایت بامیان و چی در ولسوالی های بامیان. یعنی بعد از تشکیل مثلا
حکومت انتقالی از 2001 به این طرف و 2002 از دوره اولی آقای کرزی و همیت دوره دومیشان و بعد از او دوره حکومت وحدت ملی هیچ نوع تهدیدی در ولایت بامیان وجود نداشته. متاسفانه با همی امنیتی کاملی که در ولایت بامیان در 14 سال گذشته وجود داشت، نتانستن که همی دولت مرکزی ما در قبال و چون اونجا امنیت حاکم بود تا زمینه کار فراهم بود بیتنه در اونجا در بخش بازسازی و بعض انکشاف و توسعه یک سری کارهای را انجام بیتن. متاسفانه با آنی که در ولایت بامیان امنیت کامل بود، دولت مرکزی ما در قبال انکشاف شهری و در قبال مثلا رفاه اجتماعی ما مثلا نگه در شرایط فعلی ارزیابی بکنیم چیزایی که برای زندگی یک انسان مخصوصا در قرن 21 و در شرایط فعلی بسیار مهم و مؤثر است، مثلا برق است، مثلا آب است، مثلا بحثای صحی است. بدبختانه ما در ولایت بامیان از نقاطی را که من موضوعاتی را اشاره کردم هیچ کدامش به شکل اساسی و به شکل که بتونه همه مردم در او رسیدگی داشته باشه، دسترسی داشته باشه از او خدمات که وظیفه اصلی دولت است، متاسفانه نداره. فکر کوي لامل په پڅه کې و چې په دغه برخو کې کار ونه شو. ما میبینیم که در مردم بامیان و مخصوصا تمام ملت افغانستان و بیویژه مردم بامیان از دموکراسی و از حکومت مردم بر مردم و از نهاده نشدنی مثلا ارزش‌های دموکراسی همیشه حمایت کرده و بر اساس حرکت‌های مثلا مسالمت‌آمیز خواست‌های خود بالای مثلا حکومت مطرح کرده، ولی بدبختانه حکومت ما گوش شنوا ندارن که در قبال مثلا خواست‌های بر حق مردم بامیان و مخصوصا اونایی که سالها مثلا در امنیت آرام در ولایتشان بسر میبره هیچ نوع مثلا بازسازی شکل نگرفته. به نظر من چند عامل اساسی میتونه برای ای که در ولایت بامیان بازسازی شکل نگرفته و آنچه که باید میشود چون امنیت کامل بود نشود میتونه چند نقطه باشه. یکی که در افغانستان و چی در دوره آقای کرزی و همیتر در حکومت وحدت ملی بدبختانه تمام زدوبندهای سیاسی و گزینشی مسئولین حکومت محلی متاسفانه بر اساس کتگوری ها و تقسیم بندی های کلانی که درون تیمی که در مرکز هماهنگی می شد و اینا ترتیب می شد می رفت اونجی، یعنی یک والی مثلا هیچ وقت خواست های مردم نمی شن چون او را مثلا یک کسی از آدرس قومی اونجی مشخص می شد می رفت از او حمایه می کرد و هیچ نوع مسئولیت در قبال مردم و هیچ نوع پاسخگویی وجود نداشت. یک بس و بس دیگه ای هستن که در افغانستان بیشتر بر اساس مشکلات ناامنی و مثلا مشکلات ها که وجود داره بیشتر متمرکز دولت راجع در بحث ناامنی و جنگ هایی که مثلا مخصوصا در دوره حکومت وحدت ملی همیتر در قندوز شکل گرفت و فعلا مثلا جریان داره در پل خمری مثلا دندغوری و همیتر مثلا در هلمند و نقاط دیگه ای که فعلا جنگ داره، یعنی قدرت دولت به یک شکل متمرکز شده بودی امنیتی که بعد مثلا مسائل امنیتی که فعلا ما داشی برخورد میکنیم و هر روز اتفاق میفته مثلا بحث امیر راگیری که دوزا میه در راه مثلا مسافرین رو پیاده میکنه اینا میکنه، حتی دولت در این مسائل هم توجه نمیکردن ما چی برسیم در این که فعلا مطرح بکنیم که در بحث رفاه اجتماعی مثلا دولت کاری را نتونسته. بله خب با بخنی سر بامیان هستیم در چه استوند موجود دی، یعنی پا اکثر ولایتونو که خلق لامدی استوند سخه سر رکوی اوس محل ستاصل نظر چه کول پا کار دی که چیر بیا هم دی ملی اولی حکومت دغه استوند تا پاملرن نو نکری او حق ستا چه تاسی ارتیال ری پا بامیانو که پا ولسوالیو که دغه ولایت، یعنی بیا با چه کوی؟ آنچه که برای زندگی ملت افغانستان بسیار مؤثر هست دو پدیده خیلی میتونه برای زندگی و برای رشد زندگی هر انسان مؤثر باشه. پدیده اول بحث امنیت است. اگر ما در هر کشوری و هر ولایت امنیت داشته باشیم میتونه برای پیشرفت او ولایت، برای پیشرفت او کشور مؤثر باشه و ما مثلا اگر سال میگذره زمان میگذره ما میتونیم در بخش بازسازی و در بخش رفاه اجتماعی و خدمات صحی همینطور مشکلات را مثلا حل بکنیم. یک بحث قضیه و بحث دیگه ای که متاسفانه در افغانستان هنوز هم
یک حکومتی که بر اساس نیازمندی های مردم شکل بگیره و خواستای مردم در اولویت های کاری خود قرار بده، یعنی شکل نگرفته و هنوز هم مثلا شعارهای قومی برجسته هست، هنوز هم مثلا آدرس از شعار مثلا حزبی، ما حزب به عنوان یک پدیده مدرن قبول داریم، ولی زمانی که از حزب به عنوان مثلا آدرس قومی، آدرس مذهبی، آدرس زبانی استفاده شده، هیچ وقتی به نفع مثلا پیشرفت کشور ما نیست. آنچه که میتونه فعلا حکومت وحدت ملی باید انجام بده مسئولیتش یه سن که در ابتدا بیان بحث امنیت جدی بگیرن و چی در بحث در مسیر بامیان، چی از طریق مثلا پروان میری و همیتر غربن و چی از میدان وردگ و جلدیز و همیتر مثلا در بامیان میرسیم، یک مقدار فاصله خیلی زیاد نیست که دولت نتونه در اینجا مثلا نیروی نظامی ببره، یا یک فاصله بسیار زیاد باشه که راه زنا را نتونه مثلا مسدود بکنه و یا امنیت بگیره. یعنی ما به یک شکلی دولت از او ظرفیت داره که بتونه در صورتی که یک دولت مسئولیت خود احساس بکنه میتونه این راه را به یک شکل امنیتش بگیره، ولی متاسفانه بر اساس همین ناهمگی ها، بر اساس همین مسئولیت گریزی های حکومت محلی و حکومت مرکزی هیچ وقت وظیفه خود انجام نمیده. یک بخش رو بس که امنیت باید تامین بکنیم برای زندگی ملت افغانستان و مخصوصا برای مثلا مردم بامیان خیلی موثره. بحث دیگه ما میبینیم هر روز فقر و بیکاری در بدری افزایش پیدا کرده و همین رکود افزایش پیدا کرده. ما اگه بتونیم در قبال مثلا هنجارهای که فعلا وجود داره، اگه بتونیم در دو قسمتش ما کارهای موثری را انجام بدیم، یک در بخش امنیت و یک در بخش اقتصادی، ما میتونیم انبوهی از مشکلاتی که در گوشه و کنار این دو مقوله و این دو پدیده وجود داره ما بتونیم فایق قایم و به یک شکل دیگر در کنار اینا حل بکنیم. ما تا زمانی که فقر و بیکاری را از بین نبریم و همیتر امنیت تامین نبکنیم و در هیچ مقوله از توسعه و در هیچ مثلا مقوله از رفاه اجتماعی خبر نخواهد شد. بله خدا جدی امنیت و اقتصادی استونز پا بیل بیل ولایتونو کشتون لری دیره جوانان و بحرانی و هوادونو تا پدی که مخه کرده خوص اساسی پختنه داده چه اول وستوال مخالفین بیا عام وګړي اختطاف کوي یا هم په لوی لارو کې زوروي ستاسو له نظره آی له حکومتي چارواکو یا هم ځواکونو سره دوی وس برابر نه دی چې داسې کار کوي یا دا چې نور څه موخې د دې در شاشته دي؟ بله ما در مخالفین حکومت افغانستان بعضی گروه هایی هستند که از شرایط فعلی استفاده میکنن، چون شرایط کاری و فقر و مشکلات اقتصادی که در این وطن مثلا سرازیر شده و وجود داره، یعنی اینا رو ما گفته نمیتونیم که اینا مخالفین دولت هست، چون مخالفین دولت هیچ وقت مثلا ادعای پول نداره و اگر بخواهی مخالفین دولت مثلا بحث پول را مطرح بکنه، راه های دیگه ای وجود داره که گروه های تروریستی مثل طالبان و مثلا مثل داعش اینا بیان با یک راه های دیگه بخواهن پول را به دست بیارن. آنچه که اینجا مهم هست رازنا و دزدایی هستند که از آدرس مثلا گروه های تروریستی و مخالفین دولت استفاده میکنن، میخواین مثلا مسافرین پیاده بکنن و از اونا مثلا یک پولی هنگفت رو بخواین. ما مثلا در چند روز گذشته شاهدی بودیم که چند تا نفر در راه مثلا کابل بامیان از طریق مثلا پروان پایین کردن، در حدود مثلا $30,000 $40,000 میخواین. بله. یک فامیلی که مثلا در بامیان زندگی میکنه در شرایط که فعلا در این وطن وجود داره، بدبختانه این پول نداره که برای از اونا بیته، تمام دار و ندار زندگی خود میفروشه، این $30,000 $40,000 تهیه میکنه و بعد از او که نفرش هم میلاشه و مثلا در طول زندگیشون هم فقر و دربدری رو میکشه. اینا به نظر ما چند عامل اساسی داره. یکی ما میبینیم که یعنی دولت ما چی در سطح مرکز و چی در سطح محلی، چی در سطح ولایات و ولسوالی ها، یک ذهنیت و یک اعتمادی که بتونه مثلا اعتماد مردم جذب بکنه و یک ذهنیت کامل در قبال مبارزه با گروه های استفاده جو و دوزا و رازنا که در راه ها مثلا برای مردم مشکلات ایجاد میکنه، یک ذهنیت کامل نداره که در قبال از اینا مثلا مبارزه بکنه. اگر نه در غیر از اون مثلا ما زمانی که از راه میدان امیترسون بامیان میبریم، در حدود مثلا بیش از 10 کیلومتر ناامن است. این در 10 کیلومتر پسته های دولت به یک شکلی دیده میشه، متاسفانه این میزی پسته ها هیچ نه واکنشی در قبال ای که دوزا آمده در میدان
مثلا در سر سرک مسافرین پایه میکنه پایین میکنه، هیچ نوع مثلا واکنش از پسته های امنیتی نشان داده نمیشه. ولایتی در هم شریک کرده در امنیتی جارواکو سره، یا بخپله که دوی دست که ما هم غگی لری چه وشی که ولایتی دیدوغ کار مخوانی سی؟ بله، یک بحث دیگر را میخواستم از سوال پیشنی شما اشاره بکنم. بله، که دولت افغانستان در قبال مبارزه با مثلا فساد، مبارزه با اینایی که بتانه مثلا در قسمت حاکمیت قانون و تطبیق قانون متاسفانه هیچ نوع برنامه ای نداره. اگر نه در غیر از او زمانی که یک دوز گرفته میشه او از نظر دمو قانون که مثلا در قانون نافذه کشور تعریف شده با او برخورد شوه، ما میتونیم بر زودترین وقت مثلا دوزایی که در راه ها مثلا رازنا وجود داره اینا را مهار بکنیم. ما زمانی که میبینیم دوز میلیونی از زندان مگرام مرکزی بر اساس حکم رئیس جمهور آزاد میشه، این ذهنیت دولت ما را در قبال مبارزه با فساد، در قبال مبارزه با اونایی که مثلا کار را انجام دادن، یعنی اعتماد مردم کاهش میتن و هیچ نوع ذهنیتی که بتانه مثلا راجع در بحث فساد، راجع در بحث ناامنی و راجع در این که به یک شکل برای مردم امید بده دولت ما متاسفانه نداره، چی در سطح مرکز و چی در سطح ولایات و متر در ولسوالی ها. باز هم ما تاکید روی این میکنیم که مردم بامیان بر اساسی که بارها مثلا بر اساس ارزش های دموکراسی و نهاد نکردن دموکراسی و اصولی که بر دموکراسی آمده مثلا بر اساس حرکت های مسالمت آمیز خود همیشه نیازهای خود و خواسته های خود مطرح کرده و این بار ما از حکومت مرکزی و همیتر از حکومت محلی میخواهیم چی در مثلا والی هایی که در میدان هست و همیتر در پروان هست، در قسم حداقل تنها خاصی که مثلا فعلا مردم بامیان از حکومت کرده و در سطح افغانستان ملت افغانستان از حکومت داره امنیت هست. ما در با آنی که انبوهی از مشکلات داریم، انبوهی از مشکلات فعلا مواجه هستیم، تنها خواست ما در بحث امنیت است. شما اگه بتانید یک خواست ما را حداقل خواست ملت افغانستان و مخصوصا مثلا بامیان و شهرهایی که در اینجا وجود داره ناامن هست اگه برآورده بکنین، کار بزرگی را انجام دادین که دیگه مشکلاتان ما میتونیم به یک شکلی کم کم حل بکنیم. بله خب بامیان سپ اوس پختنه داده چی یواز په دغه لوی لار کې چې بامیان او وردګ او پروان څخه تیریږي او بامیان ته رسیږي، یوازې د بامیان اوسیدونکو له دغه تاریخوالي سره مخ کیږي، یا دا چې خپل دغه ولایتونو کسان هم وخت نا وخت بل داسې پیښو سره مخامخ کیږي؟ بدبختانه ما نه تنها در بحث مثلا ناامنی در شهرها در ولایت بامیان هست، چی از طریق میدان وردک و همیتر در طریق پروان که در بامیان میره، بلکه در تمام ولایات ما بدبختانه این مشکل وجود داره. ما زمانی که در غزنی میبینیم، در غزنی چی ولسوالی هایی که مثلا از ولایت ولسوالی هایی که در مرکز غزنی میان، از جاغوری مثلا، از ناهور و جیغتو و این ولسوالی هایی هست که به یک شکل خیلی ناامن است و مردمی که حتی از ولسوالی هایش در مرکز میان با صدها مشکلات امنیتی مثلا سر میخورن که اونا رو مثلا طالبا پایین میکنن، دوزا پایین میکنن و با صدها خواست خود دارن. یعنی ما گفته ایره نمیتانیم که این تنها مشکلی مردم بامیان هست، بدبختانه این مشکلی هستن که تمام ملت افغانستان با این روبرو هستن، نه تنها در بحث مثلا دوز و رازنی و مثلا افراد مثلا ملکی را میبره پیاده میکنه و حتی ما شاهدی هستیم که تعدادی از هموطنهای ما دایی که نتانستن همو پول بتن برای از اونا متاسفانه کشتنشه. اینا موضوعات هستن که نه تنها در راه بامیان و در بامیان وجود داره، بلکه در تمامی در اکثر ولایات ما بدبختانه ای وجود داره. اگر دولت ما در قبال مثلا تأمین امنیت شهرها که زمانی که یک مسافر در راه حرکت میکنه نتونه مثلا توجه جدی بکنه، یعنی هر روز ما میبینیم که مثلا فرار جوانا، فرار نیروی انسانی از کشور افزایش پیدا میکنه. ما بر اساس گزارشی که مثلا چند روز پیش انتشار شد بالای 250,000 جوان از این وطن فرار کرده و هر روز هم فرار میکنه. اینا نمونه هایی هستن که هنوز ما نتونستیم مشکلات امنیتی که مثلا وجود دارد چی بحث دیگه یادآوری نمیکنیم، خیلی بله. مشکلات وجود داره، حداقل بحث امنیت دولت ما نتونستن تامین بکنن، متاسفانه این مشکل وجود داره. حالا اگر در افغانستان و مخصوصا در تامین امنیت شورا نهادهای امنیتی ما وزارت داخله و همینطور وزارت دفاع و
ریاست امنیت ملی دست به دست هم بتن یک طرح دفاعی که امنیت شهرهای شهرونده های ما را در سر تا سر افغانستان تامین بکنن، برآورده نکنن، برآورده بکنن، یک طرح مثلا تامین امنیت شهرها ایجاد بکنن که طرح بتانن برای شهرونده های افغانستان مؤثر واقع شد و یک امنیت نسبی که یک مسافر زمانی که از خانه خود میان، مثلا از ولایت میان در مرکز، از مرکز میرن در ولایت، حداقل امید امیر داشته باشند که من زنده برمیگردم، هم فامیلشان به یک ذهنیت آرام باشند. ما متاسفانه در امنیت ناامنی فیزیکی برای ایجاد ناامنی روانی را ایجاد میکنه. زمانی که از یک فامیلی مثلا ده نفره یک نفرش سفر میکنه، ما از نظر روانی ناامنی شدید در ده نفر فامیل عضو همون خانواده وجود داره. زمانی که مثلا از یک ده و یا از یک قریه مثلا 5 نفر 6 نفر سفر میکنه، ای اونمو ده اونمو قریه و مسافرین اونمو ولایت از سطح مثلا جزی از یک ده گرفته در سطح یک ولایت، در سطح یک کشور میان، این مناره یک بر اساس یک برنامه بسیار منظم و مدون ترتیب بکنن و بتانن امنیت نسبی حداقل شهرها را تامین بکنن. دیر ازیت مننه کوم به من حساب چله مکرم برخوا تشکر سلامت. درانو لیدونکو په آغاز روز خبرونه کې را سره ښاغلی غلام یحیی بامیانی مدني فعال چې د بامیان ولایت څخه دی، دوی هم د بامیانو ته ورتلونکو په لارو باندې چې کوم امنیتي تدابیر نیول شوي دي دوی کافي نه بولي او وایي چې وخت نا وخت د بامیان اوسیدونکي د پروان او میدان وردګو ولایتونو په اوږدو کې له خنډ سره مخامخ کیږي، چې دوی هم د امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي. درانو لیدونکو اوس هم ستاسې پام راګرځوم د افغاني وړاندې د بهرني اسعارو بیته. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 6 افغانۍ تبادله کیږي. درانو لیدونکو آغاز روز خبرونه دوام لري، خو اوس مهال هم یو لنډه دمه نیسو، تر دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ. درانو لیدونکو السلام علیکم، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. آغاز روز خبرونه ده درانو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ، په ټاکنیز بهیر کې بیا هم څمنونه تر دې دمه پورې نه دي رامنځته شوي او پارلماني ټاکنې هم داسې اندېښنې موجودې دي چې په خپل وخت سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نیټه اعلان کړې، یعنې په هغې مودې کې ترسره نه شي، او همدارس د غوروي کمیټې کار چې په ټپه ولاړ دی او له یو سردرګومه سرنوشت سره یعنې سردوچار دی چې دا پایله به یې څه وي. همدارس د ملي یووالي حکومت کې اجرایي ریاست هم حکومت ته اخطار ورکړی چې باید اصلاحات رامنځته شي او ټاکنې له اصلاحاتو پرته هیڅ معنی نه لري، او که چیرته اصلاحات رامنځته نه شي بیا سیاسي تفاهمنامه چې لاسلیک شوې ده یعنې د دې پر بنسټ د ملي یووالي حکومت بیا معنی نه لري. درانو لیدونکو په دې هکله یو لنډ رپورټ ګورو، وروسته تر رپورټه بیا هم له موږ سره پاتې شئ. ریاست اجرایی حکومت بار دیگر تعهدش را برای آوردن اصلاحات انتخاباتی تازه می سازد. این ریاست گوشزد می کند که هرگز پیش از اصلاح سازی نظام انتخاباتی انتخابات برگزار نخواهد شد. با باور ریاست اجرایی، رهبران حکومت بررسی ها روی روش های قانونی برای آغاز به کار کمیته گزینش را آغاز کردند. اما آیا حکومت خواستار وارد کردن اصلاحات ژرف در نظام انتخاباتی است یا خیر؟ 100% باید اصلاحات بیاید. ای اگر کسی در داخل حکومت یا بیرون از حکومت بخواید یا نخواید که اصلاحات بیاید یا نبیاید، اصلاحات آمدنی هست و تا که انتخابات نشه لوجرگه برگزار نمیشه. وقتی که لوجرگه برگزار نشه قانون اساسی تغییر نمی کنه و بالاخره تفاهم سیاسی حکومت وحدت ملی بی‌معنا میشه. شخص رئیس جمهور به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، به خاطر برگزاری انتخاباتی که مورد قبول مردم افغانستان باشه متحد است. یافته‌های کمیته گزینش نیز نشان می‌دهد که افراد در کاخ ریاست جمهوری مانع اصلاح نظام انتخاباتی می‌شوند. این کمیته کندکاری حکومت در روند اصلاح سازی نظام انتخاباتی را تهدید جدی به دموکراسی نوپای افغانستان و ادامه کار حکومت می‌داند. برگزاری انتخابات
ناممکن خواهد بود، ادامه دموکراسی ناممکن خواهد بود، ادامه حکومت فعلی ناممکن خواهد بود و به یک نحوی میریم به طرف بحران مدیریتی، انفجار سیاسی و باز هم میریم به طرف تکه‌دارای سیاسی حاکم میشن. شمار از آگاهان انتخاباتی نیست بی‌توجهی حکومت بر روند اصلاحات انتخاباتی را زمین اساس برای از هم پاشی ثبات سیاسی در کشور عنوان می کنند. اگر حکومت وحدت ملی به زودترین فرصت در مورد اصلاحات انتخاباتی را از راه معقول و همچنان تاریخی که برای همه قابل قبول باشه اقدام نکنه، بعد از هفت میزان سال آینده ما با یک بحران عمیق سیاسی و عدم مشروعیت مواجه خواهیم شد که عواقب ناگوار خواهد داشت. مجلس نمایندگان نزدیک به یک ماه پیش فرمان رئیس جمهور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد و کمیته گزینش نیز از ادامه کار دست کشید. کشورهای همکار نیز بارها آوردن اصلاحات انتخاباتی را پیش شرط اصلی برای ادامه کمک‌هایشان با افغانستان خواندند. درانو لیدون کو بیا هم خرغ لاس لکه څنګه چې مو پر ریپورت کې ولیدل واوریدل چې اجرائی ریاست او ولسمشری مانی دواړه په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو غوښتون کې دي، خو ولې د غوروي کمیټې کار نه پیلیږي او هغه فرمان چې د ولسمشر لخوا په ولسی جرګې کې هم رد شو، یعنی د دغه فرمان پر رد سره د غوروي کمیټې غړي یعنی بې سرنوشته پاتې شول او دوی ونه شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو دا چې پایله به څه کېږي، ولې دغه کمیټه نه پرېښودل کېږي تر څو خپل کار پیل کړي او په ټاکنیز نظام کې سمون رامنځته کړي، دا هغه څه دي درانو لیدونکو چې غواړم. له ښاغلي رحمت الله صالحي د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له غړي څخه وپوښتم چې همدا شېبه له ما سره په آغاز روزه خپرونه کې دی. صالحي صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم تشکر، زنده باشه. مننه کوم. اکا په لومړي سر کې مو نظر ترلاسه کړم، لکه څنګه چې مو په رپورټ کې ولیدل، ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرائیه ریاست دواړه په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو غوښتون کې دي، اما ولې د غوروي کمیټې کار نه پیلیږي؟ لاملونه یې تاسو په څه کې وینئ؟ به نام خدا و به عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم. نظر به جلساتی که ما همراه یک تعدادی از اعضای حکومت داشتیم، همراه شورای ملی، اعضای شورای ملی داشتیم و جلساتی که با نهادهای زیرب در بخش انتخابات داشتیم، به نظر ما حکومت نظر به سهل‌انگاری که در ابتدا داشت، یعنی در مقابل اصلاحات انتخاباتی سهل‌انگاری کردند، در زمان معینش به اصلاحات نپرداختند، کمیته کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش به عقب افتاد و همچنان کمیته گزینش بسیار پسند ایجاد شد، بالاخره منجر به این شد که در پارلمان هم یک تعداد مخالفین پروسه اصلاحات انتخاباتی کار بکنند و این روند به چالش بکشانند. این در مجموع سهل‌انگاری اعضای حکومت و اعضای بلندپایه حکومت باعث از این شد کمی پروسه اصلاحات به بنبست کشیده شود. زمانی که پروسه اصلاحات به بنبست کشانیده شد، به نظر من برای حکومت مشکل شد تا هم بنبست حقوقی را حل بکنه و هم بنبست سیاسی را. به نظر ما ای که کمیته گزینش چرا نتانست به کارش ادامه بده، اونمو مشکلی بود که در پارلمان ایجاد شد و شورای ملی فرامین تقنی را در مورد انتخابات رد کردن. زمانی که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات از طرف شورای ملی از طرف هر دو مجلسش رد شد، یک بنبست حقوقی در پروسه اصلاحات ایجاد شد که حکومت تا به حال را مشغول از این ساخته که یک راه حل حقوقی و سیاسی پیدا کنه. بله، خو سره اوس محل حل لار سکیدل شي، باید ستر سره شي تر سو د غوروي کمیټه خپل کار پیل کړي. خب به نظر ما رای کوتاهی بود که حکومت از مراجع حقوقیش که عبارت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و یا هم ستر محکمه خواهان تفسیر ماده 109 قانون اساسی شود و واضح بسازه که آیا شورای ملی در سال آخر خود میتونه که قوانین انتخاباتی را شامل آجندا بسازه و رویش بحث کنه یا او را رد کنه یا تایید کنه. این را میشد که تفسیرش را میخواستن و این مشکل حل میساختن. این کار را که نکردن در اوضاع فعلی، در شرایط فعلی شورای ملی در رخصتی به سر میبره، حکومت میتونه که باز دوباره فرمان صادر بکنه، توشیح بکنه و در این فرمان یک سلسله تعدیلات هم در نظر بگیرن و بر علاوه از این از لحاظ سیاسی هم با اعضای شورای ملی کار بکنن، اونا را
به این متقاعد بسازن که در گزینش که اعضای کمیسیون انتخاباتی هیچ نوع اعمال نفوذ از طرف اعضای حکومت صورت نخواهد گرفت و بعد از اینکه شورای ملی به کارش آغاز میکنه این در این زمان رخصتی صادر بکنه و زمانی که شورای ملی به کارش آغاز کرد در این فرمان روان بکنه به شورای ملی و شورای ملی هم نظر به مو کارهای سیاسی که با اینا از طرف حکومت صورت گرفته یعنی اینا را متقاعد ساخته به اینکه اطمینان بکنن بالای حکومت و اطمینان داشته باشند از اینکه در پروسه اصلاحات از طرف حکومت دست بر زده نمیشه، از این لحاظ اینا میتونن که در مورد فرامین بعدی که صادر میشه سکوت اختیار بکنن و سکوت از اینا یک تایید ضمنی در مورد فرامین تقنینی باشه و کمیته گزینش دوباره کار خود آغاز بکنه و همین پروسه بره به پیش بره تا که تکمیل شه. بله خو صالح حساب دا چې دواړه لوري په دې باندې ټینګار کوي چې اصلاحات نه پرته هیڅ راتکنی نه تر سره کیږي، د ملي والی حکومت هم په هیڅ معنا نه بلل کیږي چې ته اصلاحات رانی شي په ټاکنیز نظام کې. آیا دا خبره چې دواړه ولسمشر او اجرایی رئیس کوي یو قوي سیاسي اراده هم لري چې اصلاحات د بایت رامنځته شي او شفاف ټاکنې د متاثر سره کړو؟ خب اراده خو وجود داره، همی که همی پروسه را آغاز کردن و ایر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کردن، کمیته گزینش ایجاد کردن، همی نماینگر موجودیت اراده است. اما در اینجا چنانچه قبلا خدمت شما عرض کردم یک سلسله سهل‌انگاری از طرف حکومت صورت گرفت، یعنی نتونستن در ابتدا لابی بکنن در شورای ملی. بله خو هغه قانونی صلاحیتونه چې حکومت لرل نشو کولای چې دغه ستونزه حل کړي وای؟ میتونستن، بله میتونستن مشکلات حل بکنن، حتی پیش از اینکه مشکل ایجاد شوه زمینه سازی بکنن برای تقویه می روند، یعنی نمانند که مشکل در مقابل پروسه اصلاحات انتخاباتی ایجاد شوه. این کار میتونست کرده، اما تا جایی که ما امرایشان دیدیم، امرای اعضای حکومت ملاقات داشتیم، بیشتر فکر میکنیم که علتش سهل‌انگاری حکومت و مصروفیت بیش از حد از اینا در پروسه های دیگه است، مسئله قرارداد است، مسئله امنیت است، این مسائل اینا را مصروف و مشغول ساخته و همین پروسه اصلاحات انتخاباتی تقریبا از زیر نظرشان یکم دورتر شدن. بله خوشحالی سه اوس محل که چیر ده غوروی کمیته خپل کار پیل کړي او هغه کسان په دغه کمیټه کې بدن د ګمارل شوی چې د مدني ټولنې لخوا یو برخه د اجرایی ریاست او یو هم د ولسمشر معنی له لوري معرفي شوی دي. ستاسو له نظره که چیرته بیا هم نوی کمشنران د دوی لخوا غوره کیږي ولسمشر ته وړاندې کیږي، څومره به دغه کمیسیون بیا هم راتلونکي کې خپلواک عمل وکړي؟ خب این بیشتر برمیگرده به کارکرد کمیته گزینش. هرگاه کمیته گزینش ما سر افراد نمیتونیم تاکید بکنیم، هیچ شاید اگر سیستم درست نداشته باشیم، طرز عمل درست نداشته باشیم، هر فردی را ما در پست بیاریم شاید کار درست نکنه و یا مطیع یک خواست شخصی فردی خود شوه، اما زمانی که این کمیته طرز عمل دقیق داشته باشه و مطابق طرز العمل به صورت شفاف کار بکنه، جلساتش علنی باشه، اعضای نهادهای زیربط انتخاباتی هم چنان رسانه ها را در جلسات خود دعوت بکنن و این جلساتشان به شکل علنی پیش بره و یک میکانیزم دقیق برای جمع کردن خلاص سوانه افراد و همچنان نشر لیست از اینا، لیست ابتداییشان و لیست نهاییشان با یک میکانیزم دقیق اگر نشر بکنن، اینا میتونن که افراد شایسته و واجد شرایط معرفی بکنن. هرگاه جلساتشان بین این میکانیزمی که ما تشریح کردم نباشه، یقینا که اینا نمیتونن افراد شایسته و موثر به کمیسیون انتخاباتی یا به رئیس جمهور معرفی بکنن. از طرف دیگه بعضی مسائل دیگه هم هست که در پهلوی ازی اگر هرقدر افراد شایسته و لایق در کمیسیون انتخاباتی برن، اما زمانی که ما یک سیستم منظم نداشته باشیم، زمانی که لیست رای دهنده نداشته باشیم، اونا نمیتونن اگر انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار کنن. دا چې تاسو خپل هم د ټاکنو په برخه کې فعال پاتې شوی یاستي، اوس مهال څومره تاسو ضروری بولی چې باید کمشنران د هم ټول بدل شي لکه څنګه چې په اجرایی ریاست ټینګار کوي؟ ما فکر میکنم که همی پروسه انتخابات که ما انتخابات 93 را سرش گپ میزنیم با بحران کشانیده شد. این بحران تقریبا اعتماد مردم بالای کمیسیون انتخاباتی و بالای روند انتخابات خراب ساخت. هرگاه اعضای کمیسیون انتخاباتی تغییر نکنن،
اونمو اعتماد سازی مردم به مشکل مواجه میشن. اگر با وجود اعضای فعلی کمیسیون انتخاباتی شاید اکثریت مردم دیگر نره و پای صندوق های رای و اشتراک نکنه و اشتراک مردم یکی از عناصر مهم شفافیت و همچنان قانونیت انتخابات به شمار. بله خدا چه اوس محل پخوانی کمیشنران پا دیر تینگار که بیچه راتلون که پارلمانی ټاکنه به هم دوی مدیریت کی او اجرایی ریاست ټینګار کوي چې نه نوې کمشنران به دغه ټاکنې مدیریت کړي. اوس مهال دغه ټیم به څه ډول وشي کولای نوې کمشنران معرفي کړي او ټاکنې د نوې کمشنران مدیریت کړي. خب این خو حکومت هم به مشکلات مختلف مواجه است. همی که اعضای کمیسیون انتخاباتی میاین بدون هماهنگی با حکومت اعلان میکنن که ما انتخابات در این تاریخ برگزار میکنیم، این ناشی از ضعف حکومت است و همچنان کارکردهای قبلی که امی اعضای فعلی حکومت امراه با کمیسیون یک جا داشتن، مثلا امی رئیس جمهور و رئیس اجرایه کسایی هستن که امی اعضای فعلی کمیسیون اونا را یکش رئیس جمهور و دیگه شم رئیس اجرایه اعلان کرد. بنان اینا هم در بعضی موارد نمیتونن بالای اونا فشار وارد بکنن و اونا را بکشانن به میز محاکمه. از یک طرف میگن که ما اعضای کمیسیون های فعلی پیش ما بلک لیست هستن، از طرف دیگر او اعضای کمیسیون های انتخاباتی فعلا از امتیازات موقف فعلی کمیسیون انتخاباتی عملا استفاده میکنن. این چی گونه بلک لیست است که یک طرف او فعلا رئیس کمیسیون است، عضو کمیسیون است، ماش میگیره، از امکانات مادی و معنوی از امو پست استفاده میکنه، از طرف دیگر حکومت میگه اینا پیش ما بلک لیست هستن. به نظر من این مشکل برمیگرده به مو ریگی که در کفش حکومت وجود داره و اینا نمیتونن مستقیما بالای از این افراد فشار بیاره و اینا را پس بکنن. به نظر من شاید رای حلی که اینا در نظر داشته باشن این باشه که بر از اونها یگان پست دیگه قائل شون، بعضیشون سفیر مقرر کنن، بعضیشون هم در یگان پست دیگه مقرر کنن تا همین پست ها را بیکار بسازن به افراد بعدی که دیگه. بله خصوصی سب ولی اساسی خبر نکیگی یا هم در حکومتی چارواکو لخوا یا هم در چاکنو د خپلواک میسون د کمشنران یا هم که در رئیس یادونه وکو چې په وځي ډول افغان ول لپاره وای چې پته رو ټاکونو کې څول اڅ تر سره شول. حال دا چې ځین څو مودا وړاندې مونږ یو ریپورت هم خپور کړ چې خاغلی عبد الله خپل ماته په ټاکونو کې منلې و او په یو سند کې لاسلیک هم کړی و او هغه څه چې د ټاکونو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شو یو متن و چې د ټاکونو خپلواک کمیسون ته ورکړل شوی و اول وستل شو. خب از اون موضوعش ما بسیار دقیق در جریان نیستیم که چقدر صحت داره، ولی آن چه بر ما واضح و آشکار است ایست که قانون اساسی در انتخابات قبلی بارها نقض شد، قوانین انتخاباتی نقض شد، بنان ضرور بود، لازم بود تا اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مطابق قانون امرایشان برخورد صورت می گرفت، اینا به مراجع عدلی و قضایی معرفی می شدن، مسائلی که علیشان اتهام وارد شده بود اونا بررسی می شد، کسانی که مجرم ثابت می شدن اونا برطرف می شدن، کسانی که پاک بودن می ماندن. آیا دیدی امکان و چه ولس مشر یا اجرای ریاست در محکمی توراندی شی یا هم در تاکون در خپلواک کمیسون کمشنران؟ حال دا چه دست ویل که دل چه کچیر تا د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنران غیر قانوني و بلل شي، ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی وای چې ولسمشر او اجرایی رئیس هم غیر قانوني راغلی او په خلکو باندې حکومت کوي، د حکومت سرنوشت به بیا څه وي؟ خب در اینجا دلیل ما ای است که اساس و تهداب مشکلات در پروسه انتخابات اعضای کمیسیون انتخاباتی بودند، امینا بودند که نتونستند نتایج انتخابات اعلان بکنن. یکی از مسئولیت‌هایشان اعلان نتایج انتخابات است. اینا نتونستن نتایج انتخابات اعلان بکنن و غیر مسئولانه غیر قانونی یک نفر من حیث رئیس جمهور و دیگه شم رئیس اجرایی اعلان کرد، آرایشان هم برای هیچ کسی معلوم نشد. بنان اینجا یک توافق صورت گرفت و توافق هم از طرف مردم پذیرفته شد از ناچاری. مسئول عمده از اینا کی است؟ کیا هست؟ مسئول عمده از این بحران اونمو اعضای کمیسیون انتخاباتی است که نتونستن مسئولیت خود انجام بدن به شکل قانونی و درستش. در این جگه یا بازم میگن که افرادی که ما را میخوان برطرف بکنن اینا خودشان غیر قانونی است، یا کی به شکل غیر قانونی آورد؟ همی افراد آورد. حال این مردم اگر به شکل قانونی آمده یا غیر قانونی آمد یک توافق نامه امضا شد و اینا را پذیرفت، مردم پذیرفت، از ناچاری گفتن که ما از اینکه حکومت نداشته باشیم به بحران بریم خوبتر است یک حکومت به نام وحدت ملی داشته باشیم. همین حکومت وحدت ملی یک توافق نامه که امضا کرد، در او توافق نامه جز پنجمش مسئله اصلاحات انتخاباتی است. حالا می اصلاحات انتخاباتی چی را گفته میشه؟ تنها اصلاحات انتخاباتی نیست که ما یک چند ماده قانون تغییر بدیم،
مردم ضرورت داره که اصلاحات در مدیریت انتخابات و همچنان در بخش حقوقی انتخابات بله خب چه فکر کنی په بخن سره سالی صاحب د ملي اولد حکومت ل پایل څخه تر اوسه پورې یو نیم کال څخه ډیره موده د تیرېدو په حال کې ده هغه څه چې په سیاسي تفاهم نامې کې راغلي و کوم یو عملی شول چې په ټاکنیز بهیر کې به هم سمون رامنځته کی متاسفانه اگر شما درست است حکومت وحدت ملی نظر به جنجال‌ها و مشکلاتی که خودشان داشتند در داخل خود و مشکلاتی که بالای تقسیم پست‌ها و وظایف داشتن نتونستن هم مسئولیت‌های خود را انجام بدن اما در مجموعی از این مسئولیت‌هایی که در توافقنامه رویش تاکید شده اصلاحات انتخاباتی اساسش تشکیل می‌ده به خاطر از این رقم که معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم تذکر داد و سخنگوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هرگاه اصلاحات انتخاباتی نبیایم مشروعیت اینمی حکومت زیر سوال است اینمی حکومت بعد از مای سرطان دیگه مشروعیت بله خلو جرگی لپاره هم تیاره نشته در چی دو کال بعد در اغوخته و سرنوشت هست دیدی حکومت پا چه کی وینه اوز محل ما وضعیت حکومت خوب نمیبینم تا جایی که ما سوالات هم از اعضای حکومت داشتیم که آیا امی زمانی را که شما پیش بینی کردین که بین تابستان و خزان سال آینده انتخابات برگزار شوه امکان داره شوه یا نشوه ما جواب دقیق از اونها نتونستم پیدا بکنم و فکر میکنم که هرگاه امی پروسه اصلاحات انتخاباتی به ناکامی مواجه شوه فاتی از این حکومت خوانده شده بعد جنازهشون خوبتر از بله خصوص محل څومره هیله بیا هم موجود دی د غوروی کمیټې لپاره امی زمانی که باقی مانده اینمی امیدواری های ما را تشکیل می سازه ما امی تباقی زمانی که تا خزان سال آینده برای حکومت یک زمان خوب است که برن به پروسه اصلاحات انتخاباتی و کارهایی که تا این قدم صورت گرفته ای را باز دوباره ضرب صفر نسازن یعنی امو کارهایی را که کمیته گزینش انجام داده کمیسیون اصلاحات انجام داده اونمو را یا تقویه بکنن و یک میکانیزم را که در روی دست بگیرن که اینمی پروسه را تقویه بکنه از طرف دیگه یک دیدگاه واحد هم رئیس جمهور هم در ریاست اجرایی یک دیدگاه واحد ایجاد شوه و تا که اینمی پروسه بیشتر و بهتر زودتر انجام شود و تقویه شواهد نباشه که هرگاه مسئله اصلاحات انتخاباتی رویش بحث میشه تنها ریاست اجرایی موقف گیری بکنه و ریاست جمهوری خاموش باشه و مردم همینطور فکر میکنن که اصلاحات انتخاباتی تنها مربوط یک جناح است یا مربوط ریاست اجرایی میشه و ریاست اجرایی به کوشش عزیز که اعضای کمیسیون را پس بکنه و یک تعداد نفرای خود در اوجه جابجا بکنه به می خاطر که هم ذهنیت عامه روشن شوه هم اعضای که هم کسایی که زی دخل هستند در پروسه انتخابات اینا مطمئن شوند خوبتر است که حکومت یک دید واحد پیدا بکنه و هر چیز زودتر این پروسه اصلاحات با اقدامات سیاسی و حقوقی این پروسه را حل بکنه در غیر از او مشکل برشون ایجاد میشه مدن سلی سیب چلا مکسر و برخ وقت سلا در آن ولیدون که پاغاز روز خبرونه که سره خاغل رحمت الله صالحی دی افغانستان دی ازاد و او عدلانه تاکنو دی بنسد غره و چه دا غوروی د کمیټي په اړوند موضوعات وی را سره بس درلوده درنو لیدونکو آغاز روز خبرونه هم دوام لري در روزنامه آرمان ملی نگاشته شده ده ها هزار پست دولتی در کشور خالی است همکنون ده ها هزار پست دولتی در کشور خالی است و هیچ گونه تلاش برای گماشتن افراد به این پست ها صورت نگرفته از وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین طی خبرنامه اعلام کرد برای روشن شدن شمار کرسی های خالی در نهادهای دولتی بارها تلاش کردند اما نهادهای دیگر با این وزارت همکاری نکردند این در حالی است که بیکاری در کشور بیداد می کند و بسیاری از افراد این رویداد را برخواسته از زد و بندهای میان حکومتی و اختلاف نظر میان دو تیم حاکم دولتی بر سر گزینش افراد مورد نظر خود در این کرسی ها می دانند. یکی دیگر از عوامل که باعث ایجاد این بحران شده است فساد اداری در تعیین کرسی های پنهان می باشد این در حال حاضر بیش از 1,800,000 واجد شرایط کار در کشور بیکار می باشند که گسترش خشونت ها و نابسامانی های اقتصادی از عوامل گسترده بیکاری و فقر در کشور محسوب می شود نیروهای امنیتی سه پاسگاه را ویران کردند در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتونکود ولایت فاریاب سه پاسگاه وابسته به افراد مسلح غیر مسئول ویران شده است والی فاریاب آقای سید انور سادات میگوید افراد این پاسگاه ها زیر نام نیروهای امنیتی دست به خیزش های مردمی میزدند و در بخش های ولسوالی پشتونکود از مردم پول گرفته و به آزار و اذیت آنها پرداخته اند
و افزود سه تن از افراد این پاسگاه ها بازداشت و شماری از آنها موفق به فرار شدند. طالبان برای ترمیم پایه های برق شرط گذاشتند. طالبان در جریان دو هفته پیش دو پایه انتقال برق را در دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تخریب کردند. تخریب شدن پایه های برق باعث شد که شهر کابل به کمبود برق مواجه شود. طالبان به تازگی اعلام داشتند در صورت اجازه میتند که پایه های تخریب شده برق ترمیم شود که نخست دولت نیروهای نظامی را از دند غوری خارج کرده و عملیات سرکوب طالبان در ولایت بغلان را متوقف سازد. این گفته های طالبان که با بزرگان محلی برای ساختن پایه های برق گفتگو کردند بیان شده است. عبدالصمد ستانگزی رئیس شورای عالی صلح بغلان گفته است مذاکرات با طالبان در مورد این که اجازه دهند پایه های برق ترمیم شود جریان دارد و قرار است در این مورد با طالبان نیز گفتگو شود. پایه های برق در ولایت بغلان زمان توسط طالبان تخریب شدند که عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی افراد این گروه از دند غوری آغاز یافته بود. همچنان طالبان در ابتدا تخریب کردن پایه های برق را انکار کرده بودند، اما از اظهارات آنها که با بزرگان محلی داشتند معلوم است که این پایه ها توسط افراد طالبان مسلح تخریب شده است. اگر دولت می خواهد پایه های برق ساخته شوند باید جنگ را بر علیه طالبان در بغلان توقف دهد. بعد از آن طالبان آتش بس می نماید و به کارکنان شرکت برشنا اجازه می دهند که پایه های تخریب شده برق را دوباره بسازند. خواست توقف جنگ از سوی طالبان در حال مطرح شده است که جنرال مراد علی مراد که فرمانده عملیات نیروهای امنیتی را در بغلان داشت چند روز پیش بنابر خواست مقامات بلندپایه حکومت به کابل فرا خوانده شد. و همچنان در این روزنامه نوشته شده که ناامنی ها در کندوز سبب فرار سرمایه گذاران از این ولایت شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندوز از فرار تاجران ملی و بین المللی خبر می دهند. آنان می گویند که نزدیک به 400 تاجر در این ولایت فعالیت داشتند، اما بنابر ناامنی های موجود سرمایه هایشان را به بیرون از کشور و یا هم به ولایت های دیگر انتقال دادند. مسعود وحدت مدیر صادرات اتاق تجارت و صنایع در ولایت کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفته است که فرار سرمایه از کندوز به اقتصاد این کشور این ولایت صدمه بزرگ وارد کرده است. وی گفت متاسفانه در این اواخر این مشکلات که در ولایت کندوز به وجود آمده و مشکلات متعدد دیگری که در صدر راه سکتور خصوصی به میان آمده، تمام این باعث شد که تعداد کثیر از این تاجران که تعدادشان در حدود 400 نفر میرسید تمامشان از کندوز فرار کردند و به ولایت‌های کابل، بلخ و دیگر ولایت کشور و همچنان به کشورهای همسایه سرمایه‌هایشان را انتقال دادن. شیرخان بندر یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور در سرحد با تاجیکستان است. اعمال تجارتی از طریق این بندر و عبور از پل دریای آمو میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه و صادر و وارد می‌گردد. بر اساس گفته‌های وحدت موجودیت ناامنی‌های دوامدار در این ولایت باعث شده تا در صادرات شیرخان بندر نسبت به سال‌های گذشته 50% کاهش به وجود بیاید. از سوی دیگر شیر عزیز کاموال فرمانده پلیس زون 808 سپینزر در شمال شرق کشور اطمینان می‌دهد که کندوز بار دیگر سقوط نمی‌کند و عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به هدف از بین بردن طالبان مسلح در این ولایت راه اندازی می‌شود. کاموال می‌گوید که شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران در اثر شایع پراگانی‌ها و تبلیغات بی‌بنیاد مخالفان مسلح حکومت از این ولایت فرار کرده‌اند. هرچند مسئولان محلی در این ولایت ماها می شود که از آغاز زودهنگام عملیات های تصفیهوی حرف می زنند، اما مردم و شمار از تاجران می گویند که نسبت به وعده های تکراری و غیر عملی مسئولان محلی و مقامات حکومتی مرکزی بی باورند و نسبت به آیندهشان در این ولایت نیز نگرانند. طالبان شرایطشان را در جریان مذاکرات مطرح کنند نه قبل از آن. مقامات وزارت امور خارجه میگویند حکومت در
مذاکرات صلح روی موقف اصلیش تاکید خواهد کرد. همچنین که مستقیماً سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی افغانستان همیشه بر این تاکید داشته از گروه‌هایی که به میز مذاکره صلح میآیند بدون پیش شرط ها بیایند. زمانی که گفتگوها آغاز شد تمامی خواست ها می توانند مطرح شوند و تمامی شرایط می توانند به بحث گرفته شوند. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود حتی روی بعضی موارد قانون اساسی هم می توانند صحبت شود، ولی مقامات تاکید دارند که دین اسلام به حیث دین رسمی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان و حقوق و جایب اتباع افغانستان مسائل غیر قابل تغییرند. صدها ننگرهاری خواستار استعفای رئیس صحت عامه آن ولایت شدند. صدها فعال مدنی در مرکز ننگرهار با راه اندازی تظاهرات گسترده و سر دادن شعار بر ضد دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه این ولایت خواستار استعفای وی شدند. تظاهرات کنندگان با متهم کردن کاموال به بیکفایتی راهپیماییشان را از مقابل ریاست صحت عامه ننگرهار شروع کرده و تا نزدیک دفتر والی ننگرهار ادامه دادند. تظاهر کنندگان ادعا دارند که جلو تداعی های بیکیفیت در ننگرهار گرفتن نمی شود. شفاخانه های شخصی داروهای بیکفایت می فروشند و در ریاست صحت عامه نیز بی نظمی به اوج خود رسیده است. این شهروندان در زمان دست به اعتراض زدند که چند روز قبل یک نوزاد از بخش ولادی نسایی شفاخانه ولایت ننگرهار مفقود شد که قضیه آن تا اکنون حل و فصل نشده است. و همچنان در همین روزنامه نوشته که در دادگاه صحرایی طالبان یک زن و یک مرد تیرباران شدند. یک زن و یک مرد در ولایت غور به ضمن رابطه جنسی توسط طالبان مسلح تیرباران شدند. مقامات در غور گفتند که این افراد توسط طالبان مسلح متهم شناخته شدند و روز پیش بر اثر تیرباران شدن در یک دادگاه سرایی زن کشته و مرد زخم برداشته است. به گفته عبدالحلی خطیبی سخنگوی والی غور این رویداد در روستای زانو در ولسوالی دولینی این ولایت رخ داده است. و افزود طالبان این دو تن را در یک دادگاه صحرایی و با حضور مردم تیرباران نمودند. سخنگوی والی میگوید روستای زانو زیر حاکمیت گروه طالبان در ولسوالی دولینه قرار داشته و دولت در آن مناطق نفوذ بیش ندارد. و همچنان در همین روزنامه نگاشته شده که تلاش احزاب ائتلاف آلمان برای حل منازعه در بسته دوم قانون پناهندگی. بسیه دو قانون پناهندگی توسط کابینه حکومت آلمان تصویب شد، اما میان احزاب ائتلافی در حکومت منازعه روی قانون متوقف کردن آمدن والدین مهاجرین زیر سن ادامه دارد. توماس دیمرز وزیر داخل از حزب دموکرات مسیح و های کوماس وزیر داخل از حزب سوسیال مسیح در حکومت ائتلافی آلمان میخواهند برای رسیدن به توافق روی منازعه متوقف کردن آمدن والدین مهاجرین زیر سن در آغاز هفته پیشرو موضوع را به صورت روشن مطرح نمایند. شفتن رولکه سخنگوی وزیر داخلی آلمان این موضوع را به خبرگزاری فرانسه اظهار کرده. موضوع اساسی این روشنگری مسئله میزان و تنظیم و قاعدمند کردن حقوقی خواستن خانواده های برای مهاجرین زیر سن بدون همراه با نو تدابیر حفاظتی توسط کمک های مالی گفته شده است. در متن تصویب شده بسته دوم پناهندگی توسط کابینه انگلا مرکل نخست وزیر آلمان این موضوع مشخص نشده است که توقف آمدن والدین مهاجرین زیر سن بدون همراه استثنا شود، چنانچه حزب سوسیال دموکرات در حکومت ائتلافی خواهان آن شده است. و در روزنامه چراغ، تا برخی از طالبان از غلامی پاکستان رهایی نیابند صلح در افغانستان نخواهد آمد. شماری از فرماندهان گروه انشابی طالبان بر رهبری ملا محمد رسول میگویند که تا برخی از طالبان از غلامی پاکستان رهایی نیابند در افغانستان صلح نخواهد آمد. گروه انشابی طالبان به تازگی ویدیویی را در صفحات اجتماعی اینترنتی پخش کردند که نشان می‌دهد که چندین فرمانده طالبان از گروه ملا اختر محمد منصور جدا شده و با ملا محمد رسول بیعت می‌کنند. در این
ویدیو دیده می شود که 11 تن از فرماندهان مربوط به گروه ملا اختر محمد منصور در ولایت فرا با گروه دیگر از طالبان مسلح به رهبری ملا محمد رسول بیعت می کنند. این ویدیو برخی از فرماندهان طالبان که در ولسوالی گلستان ولایت فرا گرد هم آمدند، رهبری ملا محمد منصور جانشین ملا عمر رهبر پیشین طالبان را خلاف اصول اسلامی خانده. یکی از فرماندهان طالبان در این ویدیو تاکید میکند که به اساس فتوایی که از سوی آنان صادر شده و 150 تن از علما نیز در آن امضا کرده اند، بیعت با ملا اختر محمد منصور متروک و امارتش خلاف اصول اسلامی خانده شده است. وی تصریح میکند در فتوای صادر شده به قول علما باید با ملا اختر محمد منصور متروک عنوان شده است و باید از آن ابعا ورزند، چون نقصان دنیا و آخرت است. این فرماندهان طالبان با اشاره به این مطلب که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان به دستور پاکستان عمل میکنند، میگویند که ملا منصور به دستور سازمان استخبارات پاکستان مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان را پنهان کرده است. یکی از این فرماندهان با بیان این مطلب که مشکلات و ناامنی ها در افغانستان از دست درازی پاکستان ناشی می شود، می گوید این پاکستان است که همه ما را فریب داده است. یکی به یک نام دیگر را به دیگر نام فریب داده است. بیایید تا به غلامی پاکستان خاتمه دهیم و به افغانستان خود اتحاد و اتفاق به وجود آوریم تا آرام زندگی نماییم. تا هنوز گروه طالبان به رهبری ملا محمد اختر منصور واکنش نسبت به نشر این ویدیو را نداده است. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. سلام مجدد و دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. پس از نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان، زنان در بخش‌های مختلف از خود فعالیت و خلاقیت نشان دادند. زنان با اشتراک گسترده‌شان در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی به اثبات رساندند که واقعاً نیم پیکر جامعه ما را تشکیل می‌دهند. اما با آن که ما داریم دولت دموکراتیک را در افغانستان تجربه می‌کنیم، با آن هم در برخی از موارد زنان با خشونت‌ها، با چالش‌های گوناگون مواجه هستند که حتی در بخش‌های در مناطق دوردست افغانستان زنان در برخی از موارد به محاکمه های صحرایی کشانده از سوی مخالفان مسلح دولت مجازات می شوند. پیرامون دستاوردها، فعالیت ها و چالش های زنان با خانم زهرا حسینی، کاندیدای احتمالی جایزه صلح نوبل صحبت می کنیم. خانم حسینی، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، تشکر می کنم از شما و سلام دارم خدمت بینندگان. سلام بر شما. همچنان خانم زهرا، شما فعالیت، دستاورد و چالش های زنان را در یک دهه اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ در یک دهه اخیر میتونم بگم که فعالیت ها و حضور زنان در عرصه حکومتداری، سیاست، اقتصاد و در کل در اجتماع افغانستان نسبت به دهه های قبلی بهتر بوده و میتونیم بگیم که حضورشان هم نسبت به دهه های قبل بهتر بوده. از لحاظ فعالیت ها هم باید بگیم که زنان در این دهه تانستن که از خود نشان بدن که میتونن در سیاست و همچنان در حکومتداری، در مسائل اقتصادی و اجتماعی دخیل باشن و از خود دستاوردهای عمده ای را نشان دادن. از جمله حضور زنان در بسیاری از مسائل سیاسی، مثل حضورشان در شورای ولایتی، در پارلمان و سهمگیریشان و تصمیم گیری هایشان نشان داد که حضورشان در این دهه با فعالیت هایی که داشتند برای تمام مردم افغانستان و به خصوص برای زنان و تشویق زنان موثر بودند. و شما به صفت یک دختر افغان از وضعیت فعلی زنان افغانستان رضایت نشان میدین؟ وضعیت فعلی زنان بله قابل رضایت هست، اما آنچنانی که باید باشن نیست. اما خدا را شکر میکنیم و سپاسگزار هستیم که در همین مقطع هم از زمان، از لحاظ اجتماعی و در کل سیاسی زنان تانستن که به جایگاهی برسن. خانم حسینی، چی باعث شد که شما تصمیم گرفتین تا به جایزه صلح نوبل خود را نامزد بسازین و تا حالا فکر میکنم تصمیمتان نهایی نشده از احتمالی؟ بنده اول که تمام دختران بایسکلران افغانستان، یعنی تیم بایسکلرانی دختران افغانستان توسط فدراسیونی که در المپیک ثبت هست، توسط پارلمان ایتالیا معرفی شدیم برای کمیته صلح جایزه نوبل و تانستیم که حداقل به عنوان کاندیدان احتمالی در لیست درج بشیم. اما اینکه چطور و چگونه بخوایم که به لیست اصلی یا نهایی برسیم بسیار سخت است. شما شاهد هستیم و طبق معلوماتی که مطمئنا همه شما ها دارین، هر ساله 200 نفر یا بالاتر از 200 نفر در این لیست جایگزین میشن و بعد از پذیرش و سنجش هایی که توسط کمیته صلح هست میتونن که
جز آرای بلند برن و بعد از او هم بعد از یک دهه یا چند مرحله دیگر میتونن که باز دوباره به لیست نهایی راه پیدا بکنن. در سال گذشته ما خانم ملاله یوسفزاده رو داشتیم و همچنان کسای دیگره، اما امسال ببینیم که چطور و چگونه خواهد شد. فعالیت ها و کارکردهای دختران ورزشکار افغانستان مخصوصا در رشته بایسکل رانی نشان داده که اونها سرخ‌ها هستن و در رفت آمد و مسابقاتی که در کشورهای دوست و همسایه داشتن نشان دادن که ما صلح را می‌خوایم و می‌خوایم که با ورزش مخصوصا با رکاب زدن همراه بایسکل صلح را فریاد بکنیم. خانم حسین، زمانی که شما بایسکل میرانین در جاده ها، در سرک ها، در بعض موارد خصوصا در بامیان فکر میکنم شما بیشتر تمرین میکنین، با چه عکس العمل ها روبرو میشین گاهی اوقات؟ باید بگویم که نسبت به فضا و یا جامعه سنتی که در افغانستان حاکم هست در تمام ولایات و از بامیان و کابل و دیگر ولایت ها هم مجزا نیستن، یک مقدار سخت است بخاطر اینکه خب فکر میکنن مردم با همون تفکرشان یا دیدشان ای که فقط بچه ها میتونن که بایسکل برانن و توسط بایسکل حالا در یک ورزشی شامل بشن، در صورتی که واقعا دخترهایی هستن در مرز و بوم ما که ورزش گوناگونی میکنن از جمله بایسکلی که ما در همون رشته کار میکنیم. در بامیان بیشتر از 20 دختر به صورت حرفه‌ای بایسکل را یاد گرفتن و تونستن به عنوان اولین دختری باشم که در بامیان از وسیله نقلیه مثل بایسکل استفاده بکنم برای رفت آمد و بعد هم به صورت حرفه‌ای همراه دوستان عزیزم از جمله زکیه جان محمدی تونستیم که همین ورزش را گسترش بدیم و همچنان ارتباط گرفتیم با ولایت کابل با فدراسیون و تونستیم که عضو شویم. مشکلات هایی که سر راه ما بود از جمله اول که خانواده ها راضی نمی شدن به اینکه دخترهایشون در سرکای عمومی بایسکل بتوانند، مخصوصا اعضایی که از جمله ذکور بودن مثل برادر، پدر، کاکا، بسیار برایشون سخت بود چرا که مثل یک ننگ میدانست. همون جامعه مردسالاری که حاکم است، همون جامعه مردسالاری نشان میداد که خیلی سخت است و بعد از او هم طبقه روحانی بسیار برایش سخت است و دشوار است قبول بکنه که یک دختر بخواهن که سر بایسکل سوار بشن و بعد از او همراه بچه ها و یا اینکه در مسابقات از خارج از کشور برن. خیلی برایشون سخت بود، طوری که ما در بامیان در سال 1391 و 1392 در هر دو زمستان همه سالها دچار مشکلات زیادی بودیم، اما خوشبختانه فعالین جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، فعالان خانم و یا در کل بگویم که حمایت کنندگان مرد رو هم ما در بامیان داشتیم که همراه روحانیون صحبت کردن و تونستیم که اونها رو قانع بسازیم و استدلال قناعت بخش برایشان بیاریم که دخترها هم میتونن ورزش بکنن و مخصوصا بایسکل رانی. اما دولت افغانستان در این راستا با شما چقدر همکاری میکنن؟ زمانی که شما با مشکلات جدی برمیخورین خصوصا از لحاظ امنیتی با شما همکار هستن؟ در نقاطی که دخترها بایسکل رانی میکنن از جمله کابل و بامیان، نهادهای امنیتی و یا ارگانهای امنیتی بسیار زیاد همکار هستن. به مثال واضحش رو در بامیان میگیم که قمندانی محترم ولایت بامیان و همچنان آمریت‌های امنیتی که در بامیان هستن بسیار زیاد همکار بودن. ما دو مسابقه رو داشتیم در تحت نام تورد بامیان یا سیر بامیان که همراه بایسکل در ماه آگوست سال 2014 و در ماه اکتبر سال 2015 برگزار شد. خیلی زیاد از لحاظ امنیتی همراه ما همکار بودن و در بیشتر مواقع حتی بر زمانی که ما تمرین میکنیم یک یا دو رنجر خود را همراه سربازا برای ما حتی میمانند که با ما باشند تا در همون مسیر تمرین بکنیم. در کابل هم همین رقم هست، همراه با نهادها و ارگانهای امنیتی بسیار زیاد صحبت شده و تانستن که با ما همکار باشن برای تمرینات، اما با آن هم مشکلات بسیار زیاد است. شما واقف هستین که در افغانستان و جای بسیار سخت است که ما بخوایم که برای یک لحظه بعد خواه بگیم که امنیت ما تأمین است. خانم حسینی، شما از اینکه خود را نامزد احتمالی جایزه صلح نوبل اعلام کردین، چی را میخواین به اثبات برسانین؟ فقط هدف دارن به دست آوردن همان جایزه است یا به صفت دختر افغان میخواین گیره به اثبات برسانین که دخترای افغان میتونن هر آن کاری که دیگران بکنن اینا هم میکنن؟ کسب جایزه باید بگویم که شاید در دفعات بعدی یا بگویم که در پله های بعدی ما هست، اما اینکه نشان بدهیم که دختران سرزمین افغانستان هم میتوانند نام‌آور صلح باشند و یا اینکه فراهم آوردن صلح را در کشورشان و در سرزمین‌های دوست داشته باشند، این بهتر و مهمتر است برای من و برای همه دخترایی که در تیم بایسکلرانی افغانستان هستند. دختران بایسکلران افغانستان به وحدت ملی و همچنان حضور زنان در آوردن صلح بسیار زیاد اهمیت میدن، این برای ما بسیار زیاد مهمه. خانم حسینی، این حرکات شما چقدر برای کاهش خشونت علیه زنان
اثر مثبت داره. مثلا در برخی از موارد زنان حتی در مناطق دوردست افغانستان مورد محاکم های صحرایی از سوی مخالفان مصالح دولت قرار میگیرن. باید بگویم که تا حدی برای از اونها یک اهرم فشار هست وقتی که اونها دارن در یک نقطه از کشور، به مثال میگم در هلمند با جنگ و با خشونت داره کار میشه، اما در بامیان و رجای صلح فریاد میشه از طریق خانم های از اونها، از طریق ورزش از اونها، برایشون بسیار زیاد سخت تمام میشه. و بسیار وقت ها شده که ما شاهد بودیم در دیگه ولایت فریاد جنگ بوده و با وجود اینکه بامیان رو شاید از نزدیک ندیدن، اما اخبارش رو و یا شایعات از رو شنیدن، بسیار وقتها برایشون یک دلخوشی بوده، مخصوصا برای خانم‌ها و دخترایی که در ولایت‌های دیگه هستن. و همی که تانستیم به عنوان یک دلخوشی یا به عنوان یک مشوق برای دیگه خانم‌ها در دل از اونها جای بگیریم، این برای ما بسیار زیاد مهم هست که ما تانستیم برای یک خانمی که داره در افغانستان زندگی میکنه، هم در تحت شرایط بسیار سخت مثل خشونت‌های هر روزه که توسط مردها بالاش انجام میشه، میتونیم حداقل برای روز رو بگیم که هستن کسایی که دارن بدون خشونت زندگی میکنن و آرزو داریم که شما همچنین روزی را تجربه بکنید. و شما فکر میکنین که دخترهای افغان که مورد خشونت قرار میگیرن شما را الگو قرار میدن؟ نمیفهمم، شاید الگو بودن خیلی سخت باشه، اما حداقل به عنوان یک تصویر خیالی خوب برایشان همیشه خواهیم بود و این آرزوی همه ما هاست که بتوانیم که به عنوان یک تصویر خیالی حداقل اگر واقعا خانم حسینی با اون که ما داریم حکومت دموکراتیک رو، دولت دموکراتیک رو در افغانستان تجربه میکنیم از یک دهه بعد این سو، چرا خشونت ها علیه زنان کاهش پیدا نمیکنه اما روز به روز افزایش پیدا میکنه؟ یکی از دلایلی هست که خانم ها و خانواده ها متوجه میشن که داره بالایشان خشونت صورت میگیره و وقتی که کسی در مقابل خشونت بلند میشه یا ایستادگی میکنه، مطمئنن ضربه های خشونت بیشتر میشه. وقتی کسی که در یک تاریکی یا در یک خاموشی قرار میگیره، هیچ وقت بر علیه همون ستمی که بالایش میشه هیچ عملکردی رو انجام نمیده، ولی وقتی که روشنایی باشه که براش بفهمونن این خشونت هست و این حق تو نیست، وقتی در مقابل از او ایستادگی میکنه، مسلما همون خشونت چند برابر برای از تحمیل میشه و وقتی میخوان مقابله بکنن جنگ خیلی بیشتر یا بدتری ایجاد میشه. مسلما ما شاهد هستیم در ولایت بامیان، در ولایت های مرکزی و همچنان حتی در کابلی که هستیم زندگی میکنیم، شاهدش هستیم که هر چقدر که آگاهی ها بلند میره خشونت ها بیشتر میشه. شما شاید این هم همگی میفهمیم که در دهه قبلی ما هیچ آگاهی نداشتیم و رسانه ها کمتر به توجه میکردن. مسئولیت آگاهی دی بدوش کی هست اصلا؟ هم توسط فکر نمی کنه که اینجا دولت هم مسئول است و خود زنان همچنان؟ دقیقا، دولت بعضی از برنامه های را به طور سمبولیک برگزار میکنه و در این اواخر تانسته که حداقل به طور عملی ترش با وجود زنان فعالی که در حالا مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان حضور دارن نشان بدن و فعالیت ها را انجام بدن. اما با آن هم کمبوداتی هست از طرف دولت و همچنان مخصوصا ارگان های امنیتی نمیتونن به حد بسیار بالای خودش مسائل امنیتی و مسائل خشونت های خانوادگی رو توسط سارنوالی و محکمه که اجرا میشه اجرا بکنن، چرا که وقتی که مرحله قانونی باید طی بشه محکمه و سارنوالی هم هست، اما در محاکم و سارنوالی وقتی دقت میکنیم بر علیه زنها باز هم خشونتی صورت میگیره، چرا که مردها همون مرد سالاری خودشان یا وجود اجتماعی خودشان رو باز هم سر همون ارگان های دولتی تحمیل میکنن و با وجود فساد اداری که هست در افغانستان مطمئنا در همین دو ارگانی که باید قانون گذاری بیشتر باشه و یا عمل کردن. پس اگر واقعا چنین است، خود زنان افغانستان برای کاهش خشونت علیه زنان چقدر دست به کار شدن و چقدر این مسئولیت هایی را که دارن در قبال زنان ادا نمودن؟ من فکر میکنم که زنانی که بالاخره در عرصه های آمدن و کار کردن و فعالیت های انجام دادن برای دفاع از حقوق زنان و یا اینکه فریاد زدن صدای زنان خاموش افغانستان بسیار زیاد موفق بوده، اما تا حدی هم میتونم بگم که مواجه شدن با مشکلات، مخصوصا نهادهای مدنی و نهادهایی که در رابطه با حقوق بشر و مسائل دیگه کار میکنن خیلی زیاد فعالیت های بسیار زیادی را انجام دادن، اما متاسفانه باز هم گفتم وقتی تا خود هم خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفتن بلند نشن و ایستادگی نکنن این بسیار سخت است، تا اینکه اگر ما اگر یک خانم دیگه ای که در جامعه داریم کار میکنیم فریاد هم بزنیم که این خانم داره مورد خشونت قرار میگیره، در صورتی که خود خانم بلند نشه این بسیار سخت است. خانم حسینی، گفته میشه که زنان نیم پیکر از جامعه افغانستان تشکیل میدهند، حتما شما به این باور هستین؟ به اساس امین آمار آیا زنان به حقوقشان دست یافتن؟ به اساس اینکه بارها گفتن که زنان و مردان هر دو میتونن که مکمل یک جامعه باشن و وقتی که نیم نیم باشه میشه نیم پیکر جامعه،
باید بگویم که زنان تا حدودی در این دهه تانستن که حقوقی که مربوط خودشان میشه را بفهمن، درک بکنن و خواهانش باشن، اما ای که چقدر تانسته که تحقق اصلی و واقعی خودش را داشته باشه بسیار سخت است که ما بگویم، چرا که خود ما هم میتونم بگم که با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستم و روبرو هستم، اما با آن هم خوشبین هستم. به اینکه تانستیم اولا که درک بکنیم و بعدا برای یافتن جایگاه خودمون تلاش بکنیم و بعدا در پله سوم یا مرحله سوم که بفهمیم واقعا حقوقی که خواستیم و خواهانش هستیم رو به دست آوردیم یا نه، یک مقدار دوباره کار میخواد و فعالیت و خانم حسینی برای برطرف کردن چالش های زنان کیها مسئول هستن و کیها بیشتر باید تلاش بکنن؟ و فکر میکنم که اصلی ترین جایگاه همون خانواده هست و بعدا خود خانم ها هستن، در مرحله بعدی جامعه به عنوان محلی که میپرورانه یک انسان که واس فامیل میای داخلش خیلی مسئول هستن و بعد از او هم به عنوان شهروندان افغانستان و به عنوان یک انسان، هم زن هم مرد، هر دو انسان هستن، به عنوان کسانی که در یک کشور شهروند هستن و انسان هستن، دولت موظف هست که برایشون امنیت را و یا اینکه مسائلی که واقعا حقشان هست و حقوقشان هست را برایشان تامین بکنه. و در اخیر هم بیشتر وقتها گفته شده که رسانه ها رکن چهارم یک جامعه هستن، پس میتونیم بگیم که این رکن چهارم هم میتونه خیلی زیاد مؤثر باشه برای اینکه فعالیت های زنان را به دیگران نشان بده و در این راستا رسانه ها نقش بارزی را هم بازی کردند. دقیقاً، ما از شما و تمام رسانه هایی که در افغانستان هستن بسیار زیاد تشکر می کنیم، چون که بارها و بیشتر وقتها شاهد از این بودیم که اگر رسانه ها نبودن، حالا شاید ما هم صدایم به جایی نمی رسید یا دخترای دیگه یا خانم های دیگه هم صدایشان به کسی یا به جای دیگه هم نمی رسید، اما با وجود همین رسانه های اجتماعی و رسانه هایی که در افغانستان هست، ما تونستیم که فریاد یک زنی را که مورد خشونت قرار گرفته بارها بلند بکنیم و یا فریاد زنانی که واقعا فعالیت را انجام دادن را بلند بسازیم. شما آینده زنان رو در افغانستان چگونه میبینین با شرایطی که شما گفتین که زنانی که در مناطق دوردست افغانستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرن خودشان بر نمیخیزن تا که خشونت علیهشان کاهش پیدا کنه، اگر این روان ادامه پیدا کنه وضعیتشان و آیندهشان چی خواهد شد؟ باید بگویم که اگر در بعضی نقاط از افغانستان زنها بلند نشن و خودشان فریادگر نباشن و خواهان حقشان نباشن و منتظر ازی باشن که برشان حقشان داده شون، مطمئنن وضعیت باز هم برمیگرده به دهه‌های قبل، این مطمئنن همین گونه خواهد بود. اما خدا رو شکر باید بگیم که نسبت به فعالیت‌هایی که نهادهای متفاوت یا نهادهای مختلفی در افغانستان انجام دادن، تانستن که برای از اونها یک آگاهی بدن و برشان بفهمونن که باید نسبت به حقوق خودشان مسئول باشن و نسبت به همین آگاهی ها و نسبت به همین مفاهیمی که ایجاد شده، فکر میکنم که زنها مطمئن هستم که به پا میخزن و این درد و رنج رو دیگه تحمل نمیکنن. خانم حسینی، در یک دهه اخیر جامعه جهانی و دولت‌های برقرار در افغانستان برای بهبود وضعیت زنان کمک های هنگفت مالی انجام دادن، شما فکر میکنین که نهادهای مدافعین حقوق زنان و وزارت زنان و دیگر ادارات زیره برای بهبود وضعیت زنان از این کمک ها به وجه احسنش استفاده کردن یا خیر؟ باید بگم کاش که مسئولین خودشان می بودن که شما با صفت یک دختر افغان گفتین با چالش ها مواجه هستن. دقیقاً، اما نسبت به چیزی که ما در جامعه می بینیم و یا اینکه لمس می کنیم، تا حدودی این کمک ها و این در کل بگویم که خواسته ها برآورده شد، اما در حد دیگه نه. ما شاهد هستیم که بنابر مشکلات امنیتی که بود و بنابر از اینکه زنها نمیتونستن به عنوان تصمیم گیرنده های اصلی باشن، بارها گفتیم که زنان در تصمیم گیری ها هستن، اما وقتی میرن و به یک تصمیم گیری اصلی میخواین برسن، باز هم روبرو میشن با همون طبقه مردانه و نمیگذارن که اصلی ترین تصمیم خودشان را بگذارن به پایه اجرا. و به خاطر همین هست که بعضی از همه کمک ها و بعضی از همه حمایت ها در بعضی از نقاط کشور به بنبست مواجه شده، اما این کمک ها در اکثر موارد در اختیار مدافعین حقوق زنان که خود خانم ها در رأس ها قرار داده شده است. درست است، بارها گفتیم و بارها دیده شده که زنان در رأس هستن، اما وقتی که پشت پرده میریم هنوز هم زنان نیستن. گفتم اگر که به جملات قبلی برگردم، هنوز حضور سمبولیک زنان و یا اینکه اما شما از وضعیت فعلی زنان گفتن که ما قناعت ما حاصل است و وضعیت فعلی زنان خوب است. باید بگویم که خوشبینی ها همیشه هست، هر وقت بخواهی و نخواهی میگیم که خوشبین هستیم و رضایت داریم،
اما این رضایت ها مبنی بر از این نیست که دیگه نباید کاری بکنن و یا نباید که دیگه بلند بشن. خانم هایی که در رأس هستن و یا کسانی که در فعالیت های حقوقی در رأس هستن، بله همین خانم هایی که در رأس قرار دارن و برای بهبود وضعیت زنان تلاش میکنن، چقدر مسئولیت هایی که در قبال زنان دیگر دارن ادا کردن؟ اگر صادقانه شما ایران کنید، اگر صادقانه بگوییم که از 100% شاید که 60%ش رو اجرا کرده. چرا 60%؟ به خاطر از اینکه در بیشتر ولایت ما شاهد از این بودیم که زنان تانستن که معرف خوبی باشن، الگوی خوبی باشن و تانستن که فعالیت‌های خوبی رو بکنن. مخصوصا ریاست امور زنان در هر ولایت تانسته بالاخره همون جایگاه خودش رو داشته باشه. یک دوم دیگه که خانم‌هایی که در نهادهای حقوقی و مدنی هستن در هر ولایت تانستن حداقل تانستن که درک و جایگاه خودشون را برای دیگران معرف شوند و تانستن که در بسیاری از مسائل حقوقی که مربوط میشه به خانم‌هایی که مورد خشونت قرار گرفتن سهمی را داشته باشن. برای مثال اگر ما نتوانستیم که برای فرخنده در همون روز دادخواهی بکنیم، اما بعد از او شما فریادهای بسیار زیادی را شنیدیم و تانستیم که بفهمین که چقدر آگاهی داده شد برای کسانی که باید نسبت به حقوق خودشان مسئول باشن و یا اینکه کسای دیگه، دختران دیگه‌ای که در افغانستان به صورت خانم حسینی، اگر واقعا خانم‌هایی که در رأس قرار دارن در رأس بعضی از ریاست‌ها و حتی در رهبری وزارتخانه‌ها اگر مسئولیتشون رو به صورت درست انجام داده باشن آنچرا که شما ارائه کردین، پس چرا ما شاهد کاهش چالش‌های زنان و خشونت علیه ایشان نمی‌شیم؟ چرا مشکلاتشون کاهش پیدا نمی‌کنه؟ فکر می‌کنم در جمهور قبلی هم اشاره کردم و گفتم که وقتی که یک اداره فقط 2 یا 3 بخش از اون خانم ها در نظر بگیریم و بقیه از اونها مردانی باشن که هنوز هم نمیخواهند و دیدشان هنوز هم وقیحانه نسبت به خانم هست، مطمئنن در تصمیم گیری ها بسیار سخت میتونن که همون 1 یا 2 خانم فریاد بکنن و یا اینکه در تصمیم گیری ها بسیار سریعانه بگن که بله، چرا که هنوز هم باید بگیم که پشت سر همین حکومت یا پشت سر همین سیاست ها دستان بازی میکنه. اصلا چرا این دستان بازی میکنن؟ چی منافعی وجود داره در اینجا؟ یکی از اونها من فکر میکنم منافع های جایگاه سمت در سیاست هست و بعد هم مسائل اقتصادی که امروزه در همه جا دیده شده و یا اینکه جایگاه اجتماعی. خیلی راحت تر بعضی ها برای جایگاه اجتماعی حتی دارن جنگ میکنن و منازعات رو ایجاد. پس شما حضور زنان رو در نظام فعلی و در داخل دولت افغانستان چقدر ارزیابی میکنین؟ چگونه است حضورشان؟ حضور گسترده دارن یا خیر؟ باید بگم نسبت به قول قرارهایی رو که حکومت وحدت ملی گذاشت و اینکه زنانی که در این چورچوکات حکومت وحدت ملی قرار گرفتنی بود که ما میخواییم حضور زنان بالا بره، اما هیچ وقت این کلمه حضور تبدیل نشد به وضعیت عملی زنان در سیاست و یا حکومت. بارها ما شاهد بودیم کلمه حضور بیشتر وقتها توسط همه در افغانستان ایراد میشه، اما هیچ وقت ما ندیدیم بگن که در وضعیت عملی بیان و کار رو بکنن. به همون اساس است من فکر میکنم که حضور زنان خوب است، فعالیت های زنان خوب است، اما از لحاظ عملی تر در سیاست و حکومت افغانستان دچار مشکل. مصر در تشکر خانم زهرا حسینی، کاندیدای احتمالی جایزه صلح نوبل. سپاسگزارم. سپاس از اینکه تا این دم همراهی مان کردین. پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. دوباره خوش آمدید به برنامه آغاز روز است. از بیش از 10 روز میشه که عملیات به ضد شورشیان و طالبان مسلح در مناطق دند شهاب‌الدین و دند غوری ولایت بغلان از سوی نیروهای امنیتی افغان برا انداخته شده است، اما آگاهان سیاسی به این باور هستند که نبود رهبریت درست در این عملیات باعث کندی عملیات شده است و نیروهای امنیتی افغان تاکنون نتوانستن پیشروی قابل ملاحظه در این عملیات ها داشته باشند و هنوز هم دند شهاب‌الدین گفته میشه که تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد. در مورد جزئیات اخیر این عملیات ها از همکارمان آقای ذاکر نوری جای میشیم. آقای نوری سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر، صبح بینندگان آریانا نیوز بخیر. بسیار تشکر. آقای نوری، عملیات چگونه پیش میره؟ شما در این مورد حتما جزئیات نهایی دارین. زنده باشین. تشکر. آنطور که شما هم گفتین مردم بغلان خیلی هم منتظر ازی بود بی عملیات با مو گستردگیش که آغاز شده و باید هم با تمام خوشبینی هایی که وجود داشت به پایان میرسید، اما با تأسف گاهی هم خرابی هوا و گاهی هم مشکلات که به اثر
کارگزاری ماین های کنار جاده و اتاین خانه های مردم که ماین گذاری شده یه عملیات با چالش پیش روبرو ساخته و سنگرها و خندق هایی که خیلی مستحکم ره که دشمن در سایه دندغوری ایجاد کرده، یه همه باعث شده که عملیات به کندی پیش بره. امروز روز 14 عملیات خورشید 20 در بغلان در سایه دندغوری است و تا کنین نتانست نیروهای امنیتی که این ساحه را به گونه کامل از وجود مخالفین تصفیه و تلاشی بکنه. آقای نوری، گفته میشه که طالبان شرط هم گذاشته به خاطر ساختن پایه های برق. در این مورد مقامات محلی ولایت بغلان با شما صحبت های داشتن یا خیر؟ با ولی بغلان که در قسمت ترمیم پایه های برق صحبت کردیم، اونا گفتن که شورای صلح بغلان موظف ساختن تا به قسمت با کسانی که طرف واقف شدن صحبت بکنن. ظاهرا مثل تفاهمنامه دندغوری ترمیم پایه های برق هم با بزرگای محل تفاهم میشه و یا گویا مشرطه را که آوازه هایش وجود داره گفتگو صورت بگیره. در او باره شورای صلح بغلان رئیس شورای صلح عبدالصمد استانکزی گفتن که ما 4 نفر از بزرگای طرف خدا با اونا روبرو کردیم تا در نشست که اونا در ساحه دند صابودین گرفتن بیشینن، خواسته های طالبان را هم بشنوند، خواسته های حکومت هم بشنوند، تا در رابطه بایی که ما بتانیم 3 نفر از کارمندان وزارت داخله که در نزد اونا گروگان گرفته شده اونا را هم نوری اما گفته میشه که خاص طالبان در این قسمت خیلی مشخص است و واضح است. گفته میشه که اگر این عملیات توقف پیدا کنه طالبان اجازه میدهند که تا کارکنان برشنا آمده پایه های منهدم شده برق را دوباره بازسازی بکنند. این خواستار در این اواخر از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و از طریق رسانه هم خیلی بلند شده، اما تا هنوز خود مسئولین محلی حکومت در این قسمت مخصوصا بغلان چیز نگفتن. منطقه میگن که ما بیشتر تلاش پر از اینی داریم که پایه ها را زمینی ترمیم شم مساعد بسازیم و 3 نفر کارمنده که مربوط وزارت داخله است او را هم رها بسازیم و در قسمت رهایی 3 نفر کارمندای وزارت داخله شرط های مشخص شانمی بوده که باید چند بندی که اینا در محبس داره اینا باید رها شود. هنو تا هنوز نهایی نشده ای توافق، چون بدون شک دشمن نظر لحاظ حکومت میگه که تلاش میکنه تا ای که زمینه یک برهان به نفع خود رقم بزنه تا ای که بتانن از این تخریب. آقای نوری، آیا مناطق دند شهاب‌الدین هنوز هم تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد؟ زنده باشی. مناطق دند شهاب‌الدین یکی از روستاهای دیگه نام شهر پلخمری مرکز بغلان است. هنوز هم مثلا در اونجا هیچ عملیات نظامی صورت نگرفته و ای در کنار دندغوری واقع شده و 3 پایه تخریب شده برشنا هم در این قسمت واقع شده که برای ترمیم از این تانوز کوچکترین اقدام هم از صورت. پس این عملیات 18 روزی نیروهای امنیتی افغان در کجا بوده و نتیجه عملیات چی بوده؟ شما حتما از مقامات محلی آن ولایت سوالات داشتید در این خصوص. نتیجه امی عملیات همون قسمی که شما را و آگاهان نگران ساخته، مردم بغلان هم نگران ساخته، بخاطر از این که در این 14 روز که عملیات صورت گرفته و 6 روز که گذشت پیش از این که تاریخ اول دل و باید عملیات آغاز می شد، اما به دلیل مداخله برخی ها یه عملیات توقف پیدا کرد و تاریخ 6 دل آغاز شد که تا کنون از شروع عملیات و شروع عملات حکومت 14 روز می شد. در کل نتایج چشمگیری که باید می داشت با این قوتی که آغاز شده بود، مردم بغلان منتظر از این بودن که نداشته تا هنوز ساحل دندغوری باید به گونه کامل تصفیه می شد که نشده. حکومت میگه که رئیس دشمن خیلی مواد مستحکم جور کرده و توان از اونا خیلی هم از گفته آگاهان که بسیار مشکل است حکومت. پس حالا هم پیشروی چشمگیر از سوی نیروهای امنیتی افغان دیده نمیشه و آیا هم در این روزها عملیات از سوی نیروهای افغان که راه اندازی شده جریان داره یا توقف پیدا کرده؟ همین لحظه کمبر شما صحبت میکردم عملیات خانه وجود نداره، تیاره ها در فضای دندغوری دیده نمیشه، آسمان هم ابری است. ما منتظر از این هستیم تا این چند روزه که باقی مانده بتانن این دندغوری از وجود حرف کنه تفکیه و تلاشی بکنه. و مردم از این ناحیه چقدر نگرانند که تا هنوز عملیات ها
پیشروی چشمگیری نداشته است. مردم خیلی نگران است. به دلیل از این نگران هستند، هر عملیات نظامی حکومت که در بغلان را اندازی است به منظور سرکوب دهشت افکنا، این عملیات با موج و هیجان است آغاز شده، انتهای از این نتیجه نداشته. یا با معامله ختم شده یا با عقب نشینی نیروهای امنیتی ختم شده. و از این عملیات هم ترس شانمی است. مبادا حکومت کار آغاز شده خود در دندغوری بغلان نیمه تمام بمانه. سپاسگزارم آقای زاکر نوری، همکار ما از بغلان. تشکر. سپاسگزارم از آقای زاکر نوری که جزئیات اخیر در مورد عملیات هایی که در دندغوری و دند شهاب الدین از سوی نیروهای امنیتی افغان برای پاکسازی طالبان برا انداخته شده برای ما ارائه کردند.